معلمی درس پرنده دکتر معماری پروفسور مقیم رستم سماتویچ. مقدمه در معماری و شهرسازی یکی از فنهای بازوی اختصاص بوده، فصل اول کورسی اساسهای لایحه‌کشی معماری می باشد که درس یکم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اوسیمی به همه اختصاصهای روند معماری می شود. اگر شما شهر بستانی استرافشان را بازدید کرده حتما از محله و کوچه های این شهر کوهن که سال 2002 2500 سالگی تأسیس خود را تجلیل نموده بود دیدن نمایید که در آنهای شکل های مختلف رنگ و رنگ زمان و اسلوب های خاص تجسم یافتند. از جمله حجم و مساحت مسجد ها و چایخانه های آرایش یافته هم شفت و دیوار خانه های مسکونی که داخل آنها زندگی شهروندان این شهر کوهن جریان دارد و پلاستیک نازک منومنتالی مدرسه که گنبز با گنبز آسمان رنگی با حشمت که در ردیف آن خانه های انعنوی به طور جدی تنظیم شده و با شکل تازه قرار دارند. اگر به داخل خانه های مسکونی وارد شوید شما را هنر استادهای مردمی با حیرت می آورد. هنر استادهای مذکور در آرایش داخل ایوان ها ستون های حقاقی شده، نوشتجات بالای دیوار ها، کندکاری بالار های سقف و غیره به نظر می رسد که این همه بناهای بنظام جایگیر شده و گوناگون ساخت شکل های آرایشی منظره معماری ساکنان شهرها و آن چی که ما معمولا شهر می نماییم تشکیل می دهد. طوری می گویند که معماری سالنامه سنگی تاریخ است. واقعا همین طور هم هست، چون مجسمه و یادگاری های تاریخی شهرهای کوهن، قلعه و قصرها، مسجدها، کوشکها، عبادت خانه‌ها، کلبه‌ها چیزی از فرهنگ مادی انسانیت به شما رفته، شامل معلومات بی‌نظیر راجع و زندگی و تاریخ خلق‌ها می باشد. دانش‌های تاریخی ما بدون دلیل‌هایی که برایمان کافت‌کاف‌های آرکئولوژی ترویا و پامپیا، شهر کوهن مایا در مکزیک، از جنگل های پلینک آزاد شده و یا عبادتگاه انگور واتا در کمپوچیا، مجموعه مگالیستی ستون خیچ در انگلیا یا این که مقبره شیخ مسلک الدین در خوجند دادن ناپوره خواهد بود. مشکلات اختصاص معماری و معماری منظروی هم در همین هست که ما باید در ایجاد خیش اشیای خطا نامناسب را با هم پیوست سازیم. از جمله انتخاب عاقلانه و صرفه‌کارانه حل وظیفه، باور بخش استوار و نزاکت و نفاست بناها، موافقت با روشن بیانی شکلها و غیره. آثار معماری معماران بزرگ جهانی مهارت عالی موافق سازی گفته های بالا را در ایجادشان تجسم نموده با بنمایش گذاشتند. ویلا ها در پریری ها، مالیف فرانک لوید رایت، کپل و عبادتخانه خردی کاتولیکی در رونشان و ویلای سووی در نزدیکی شهر پواسی در فرانسه، مؤلف لی کوربوزیه، تالارهای نمایشی پیتر لویچی نروی، نمایشگاه اس اس ار مؤلف کنستانتین ملنیکوف در شهر پاریس، مثالهای نمایان استفاده صفات
چگونه مارک پلیون ویتروی در میموری معاصر بوده میتوانند. مثال دیگر میتوان محل جایگیر شوی مقبره ولادیمیر ایلیچ لینین نه در میدان سرخ بلکه در دیگر جای تصور نمودن امر محال است، چون مقبره به طور جدا نشونده با میدان دیوارهای و برج‌های کرمل با محیط مجموعه تاریخی پیوست و آمیزش یافته است. محیطی که آثار معماری را احاطه کرده است مهمترین عامل معماری به حساب می رود. دستاوردهای ساحه معماری معاصر ژاپنیا بر اساس پیگیری عناصر معماری کلاسیکی این کشور آفتابی پیدا و گسترش یافتند. اصول پیوند خانه و باغ، محیط زندگی و طبیعت تحول یافته از طریق هنر نمایانین محدودیت محیط و رمزی بودن زبان معماری، خالیگی داخل بنا اینتریر و اندازه محیط و سیستم کنستروکسیه چوبکاری که به اندازه بوریو معین میگردد به هنوز در قرن دهم عرض خستی کردند. میتوان در آثار معماری مشهور معاصر ژاپنی کنزو تانگه مشاهده کرد. معماری خارج گرچند در ساختمان تجربه معماری سالهای پیشین و فرهنگ اروپا را استفاده برده باشند هم، اما با فعالیت آنها اسلوب خاص ملی و آثار بسیار رسرای معماری و شهرسازی روسخا تأثیر جدی گذاشته است. سیمای خاص و تکرار نشونده سنت پیتربورگ زاده این آمیخته دو نوع معماری است. پایتخت ولایت پنجاب غربی هندوستان، شهری چندیگر که از روی لایحه معماری فرانسوز لی کوربوزیه در سالهای 1951-1956 ساخته شده است، در واقع لایحه ترخیص شده شباهت به شهر هندی می باشد، چون مؤلف مذکور در ترخیصی نقشه و معماری آن با نوآوری راه داده آن را بر اساس تجربه کلاسیکی شهرسازی هندوستان و عناصر محلی تشکیل محیط زیست و مرکزهای اجتماعی مدنی ساخته است. ماهیت مکانی محیط نیز در معماری اهمیت خاص دارد. اینجا تأثیر متقابل ابیکت و محیط، مناسبت با آن و چی طور در محیط ریلیف راه رفها و خانه‌های به هم نزدیک موقع را معین نمودن در نظر است. با حساب گرفتن رابطه های مکانی انشاءات برای معمار با سو مهم است، چون آن یکی از وظیفه های اساسی در جریان بواسطه لایحه کشی می باشد. تشکر برای دقتتون.